منم مریم، خدمتگزار تو. میدانی که پدر ندارم، از مادرم هم جدا میشوم تا برای خدمت به نزد تو بیایم. خدایا به این کنیز خدمتگزارت نیرو عطا بفرما تا دوری از مادرش را بتواند تحمل کند. به مادرم نیز قدرت عنایت بفرما تا این دوری را بپذیرد. می ترسم مریم از من جدا می شود. روزهای بعد از تولدش را از یاد نمی برم. چقدر سخت بود. فکر نمی کردم لحظاتی سخت‌تر از آن برایم پیش بیاید. من از فریسیان و کاتبان، از لاویان و کاهنان برو بیم دارم. با وجود شما از این بابت نگرانی ندارم. میدانم نباید به او سر بزنم و او را لحظه به لحظه به خود عادت دهم. این با نظر خدمت خالصانه مریم در معبد سازگار نیست. در قلب خیش همیشه می دانستم که او حامل پیام الهی است. و نباید خود را این چنین دلبسته او می کردم، زیرا سرنوشت او در معبد رقم می خورد، نه در نزد من. اما از این روز جدایی من گریزی نیست. همیشه سعی داشتم در این باره نیندیشم. ولی ناگهان لحظه سخت جدایی فرا رسید. من غافلگیر شدم. غافلگیر شدم جناب زکریا. آخر من یک مادرم. مریم را بیاور. باید بر خود غلبه کنم. از مادرت خداحافظی کن.
خدا حافظ عشق من، خدا حافظ. شریعت یهود حکم مطلق است، نباید نقض. زکریا مریم را به معبد می آورد. عجب، پس بالاخره او را آوردند. باید برویم ببینیم. نمیدانم می توانم شاهد این صحنه باشم یا نه. خب زکریا، بالاخره کار خودت را کردی. نگاه کنید دیگر رسیدیم. این هم معبد دختر عمران است. نگاه کنید،
به معبد سلیمان خوش آمدی مریم. نه ترس مریم، اینجا قدس محل عبادت کاهنان معبد است، تو حق ورود به اینجا رو نداری، متوجه هستی مریم؟ بله. کلبه توست، به معبد خوش آمدی مریم. برایتان دعا خواهم کرد که از این کسالت روحی شفا یابید. بیایید روزی با هم به معبد برویم، شاید آنجا آرامشی یافته از قیل و قال قصر آسایش پیدا کنید. معبد با آن کاهنان درو و مزور چه فایده ای دارد؟ خستگی من بیشتر از دست آنان است. ولی میگویند به تازگی کسی به معبد آمده که روح تازه‌ای در آن دمیده. از که سخن میگویی؟ میگویند نامش مریم است. مریم؟ دختر عمران را میگویی؟ مریم عزیزم، مگر این دخترک 6 ساله چه دارد که حتی به خلوت ما نیز رخنه کرده است؟ این حرف ها برای عوام دلخوشی میآورد. شما چرا؟ ببین مریم، آیا وقت آن نرسیده است که دست از این عقایدت برداری و بیشتر به خودمون بیندیشی؟ از شدت علاقه هم به خود آگاهی و میدانی که به خاطر سیاست با تو ازدواج کردم و بعد اسیرت شدم، اما تو حتی یک لبخند محبت آمیز را از من دریغ میکنی. حق همسری همین است؟ آیا تا کنون شنیدید که کسی بر قاتل پدرش لبخند محبت آمیز بزند؟ حتی اگر بخواهد بر نفرت خود غلبه کند؟ مگر من از محبت بیزارم، اما وقتی در قفس این دیوارها زندانیم با زندانبان خود چه کنم؟ ای کاش می توانستم شما را دوست داشته باشم. توان گرفتن انتقام از شما را که ندارم، تنها می توانم عشق خود را از شما دریغ کنم. چرا مرا میرنجانی مریم؟ من پادشاه تو هستم و همسر قانونی تو، اما تو رفتارت با من آکنده از غرور و تکبر است. چگونه میتوانم این نفرت را از دلت خارج سازم؟
میترسم غضب پرده ای بر عشقم کشد و آن زمان. برای آن زمان نگران نباش، خواهرت تشنه فرارسیدن آن لحظه است. مرا میگویی؟ سلام بر هرود کبیر. میدانم که از من سخن میگفتید، اشتباه نمی کنم؟ در پشت دیوارهای قصر همه از شما سخن میگویند. اقبالشان بلند است که از پس دیوارهای ضخیم قصر صدایشان به گوش من نمیرسد، وگرنه جای من دیگر اینجا نیست. سلام بر دختر فنائیل، قصد سفر داریم؟ آری، آمده هم از شما اجازه بگیرم. به کجا خواهی رفت؟ دیگر تحملم تمام شده جناب زکریا. به هر کجا می روم جز سیاهی و پلیدی از مردم نمی بینم. می خواهم به معبد بروم و در آنجا بست بنشینم و از خدا بخواهم نظری به این مردم بیندازد. ولی مدت هاست کسی در معبد بست ننشسته، آنجا تنها خواهی ماند. حالا هم تنها هستم. در ضمن با وجود مریم در معبد دیگر تنها نخواهم بود. خدا به همراهت. یوحنا چند بار باید بگویم تورات را باید جز به جز حفظ کنی، ولی تو هر بار بهانه ای می آوری و این کوتاهی را به نوعی تفسیر می کنی. درس حلال و حرام گوشت ها را تو بگو یوشه. دیشب مشغول مراسم قربانی بودم قربان، نتوانستم درس. من به همه شما سفارش کرده بودم درس هایتان را حتما مرور کنید. این کوتاهی غیر قابل بخشش است. موشه تو بگو. استاد این درس را که قرار نبود از حفظ کنی. درس قربانی ها را چه؟ کسی بلد است که بگوید؟ از مریم بپرسید. بله بله از مریم بپرسید. مریم؟ آره از مریم بپرسید تا کمی بخندیم. بسیار خوب مریم، نزدیکتر بیا. حلال و حرام گوشت ها را می توانی بگویی؟ بگویم. بگو. هر
حیوانی که شکافت سم باشد و نشخوار کننده، پس آن حلال است به جز شتر و خرگوش، زیرا نشخوار می کنند اما شکافت سم نیستند. خوک نجس است زیرا شکافت سم است ولی نشخوار نمی کند. قربانی ها را چه؟ می توانی بگویی؟ قربانی ها بر 8 قسمت هست: سوزاندنی ها، پیش بردنی ها، پیشکشی ها، جنباندنی ها، افراشتنی ها، قربانی های سلامتی، قربانی های خطا و قربانی های گناه که همشان به دو دسته تقسیم می شوند. قربانی های خونی که باید از حیوانات طاهر باشند و غیر آن. اولین قربانی کننده ها هابیل و قابیل پسران حضرت آدم بودند. حضرت ابراهیم هم به دستور خداوند پسرش اسماعیل را که بسیار دوست می داشت می خواست قربانی کند، که خداوند قوچی را برایش فرستاد تا به جای اسماعیل قربانی کند. تو اینها را از کجا یاد گرفته ای مریم؟ جناب زکریا اصول و احکام شریعت را به من آموختند. زکریا اینها را چگونه به تو یاد داده که همه را از حفظی؟ ایشان پیامبر خدا هستند. علوم دینی و کتاب مقدس که در سینه ایشان جای دارد را به من منتقل نمودند. تنها ایشان می توانند احکام واقعی شریعت را تایید نمایند و من هم شاگرد ایشان هستم. خوشا به سعادتت مریم. وقتی هم برای درس دادم به ما پیدا کن. در این امور دخالت نکن مریم. اصلا اینجا چه می کنی؟ برو به کارت برس. برو. چه دختر عجیبی است. شما دیگر چه میخندید؟ اگر دستم بهتان برسد شما هم مشغول دستتان بشوید. به چه ظلم میزنید؟ نگاهش کن، کنار پلکان مقدس را جارو میزند. به آن پله ها نزدیک نشو دخترک. مگه زکریا به تو یاد نداده که تو نباید به آن محل مقدس نزدیک شوی؟ جناب زکریا و الیسابت و همه مردم را حفظ کن. همگی آنها را در سایه لطف و عنایت خود سلامت بدار. این زن چیست که بر پنجره حیات زنان بست نشسته؟ مدت ها بود که کسی دیگر در معبد بست نمی نشست. ها باز که تو هستی. با
من این زن را میشناسم. تو اینجا چه میکنی؟ کاهنان میاندیشند چون در کنگره های معبد زندگی میکنند به خدا نزدیکترند، اما خدا در قلب های ماست نه در برج های شما. فرستادهش بالاخره میآید و ظلم را ریشه کن میکند. چه کسی قرار است بیاید؟ مسیح، ای کاهن. مسیح قرار است که بیاید. آری. آیا نشانی از او یافته ای؟ آری، ظلمی که امثال شما بر این مردم روا می دارید. او خواهد آمد و زندگی از دست رفته ما را به ما برخواهد گردند. آری، مسیح می آید. چه کسی یاوه هایت را باور می کند؟ مجنون. زود باش مریم، این کوزه ها رو پر کن و بیا بر. مریم نازنین من گرفتار شده، دشمنان من همه هم دست شدند و در غیاب من از او به شدت کار میکشند و آزارش میدهند. گر با آن مسئول لاویان و خدمتگزاران است و از تنبیه آنان لذت میبرد. شرم نمی کنند که تلافی دشمنی با شما را بر سر این طفل معصوم در می آورند؟ نکند حنا از این آزارهایی که به مریم روا می دارند با خبر شود. جناب زکریا، شما اینجایید؟ از مریم سخن می گفتید؟ جناب زکریا، از او چه خبر دارید؟ من فردا به اورشلیم می روم. اورشلیم؟ سلام مرا به او برسانید. دادن تا بکوبم. زود باشید، جناب یربعام الان می آیند. اینها برای فردا باید آماده باشند. فردا که عید است. نکند این اجزای بخور مقدس است که باید در قدس سوزانده شود؟ آری همان است. مریم، فردا چه عیدی است؟ فردا بزرگترین عید یهود است، بزرگترین روز خدا. خدای مهربان فردا به همه ما نگاه می کند. مریم، در قدس الاقداس چه چیزی وجود دارد؟ هیچ چیز. پشت آن در، پشت پرده مقدس، هیچ چیز نیست. هیچ چیز؟ بله، اتاق قدس الاقداس خالی است. خالی؟ در قدیم در آن اتاق الواح سنگی حضرت موسی نگهداری می شده. هیچ کس حق ورود به آن اتاق را ندارد مگر کاهن بزرگ هر فرقه، آن هم یک بار در سال، تا آنجا را غبار روبی کرده با بخور خوشبو کند. اینها را جناب زکریا برایم تعریف کردند. من شنیدم که چند سال دیگر نوبت ایشان می رسد که وارد قدس شوند. بله، ایشان
سال هاست منتظر رسیدن آن زمان هستند. مریم برو، یساکار اگر تو را مقابل قدس ببیند تنبیهت میکنند. نگاه کنید، باز هم سردردش شروع شد. میگویند آدم بدی نیست، اما من از او میترسم. سردرد مزمن و قدیمی دارد، هر چندگاه برای خود قربانی میکند. همه احترامش را دارند. آخر او جانشین جناب زکریاست و بعد از او در خاندان ابیا از همه بزرگتر است. او فامیل شماست، حتما میشناسیش. آری میشناسمش. کمی سرم گیج رفت. باشید بانوی من، جاسوسان هرود و خواهرش همه جا هستند. آنجاست، من از این سو می روم. خانم، کمکی از من برمی آید. دختر عمران در اینجاست؟ می توان او را دید؟ آری، شما از راه دور آمده اید. او چه شکلی است؟ اسمش مریم است، دختری 6 ساله. دستان کوچکش باران رحمت است، چهرهش به زیبایی یک لبخند، صدای گامهایش مایه آرامش است، گویی روی زمین راه نمی رود. شما اینجا به دنبال چه هستید؟ نمی دارم به دنبال چه هستم، می خواهم او را ببینم، شاید جواب سوالاتم را بیابم. هر روزه بسیارند کسانی که به اینجا می آیند تا او را ببینند، اما کمند کسانی که با نیاز می آیند. در چشمانت آتش اشتیاق دیدار او را می بینم. پس به او رسیدی؟ نگاه کن. دیدمش. چند سالیست منتظر چنین روزیست. مواظب یربعان باش، او کتک زدن خدمتکاران و لاویان را خیلی دوست دارد. هیچ موقع سر راهش قرار نگیر و بهانه به دستش نده. نگاه کنید، حالا میخواهد داخل قدس شود. او خوردان مقدس را هم با خود میبرد.
کاش من هم میتوانستم با او داخل شم. دیگر این حرف رو تکرار نکن. اگر این حرف به گوش کانون برسد میدانی چه بلای سرت میآید. مریم این کار را کرد، مریم آن کار را کرد. بس کن خواهرم، از این بدگمانی نسبت به مریم دست بر نمیداری؟ پس خوب گوش کن هرود. پادشاهانی که امر سیاست را ساده میگیرند چه زود تاج و تخت خود را از دست میدهند. تو نیز به خاطر علاقه‌ای که به این زن داری توطئه‌های پنهانیش را نمیبینی. از کدام توطئه سخن میگویی؟ به نظرم شما ایشان را از ارتباط با بیرون قصر ممنوع کرده بودید، درست است؟ اگر خلاف این دستور عمل کرده است. تو چقدر ساده‌ای برادر عزیزم. گفتم که پنهان کاری هایش را نمی بینی. من می دانستم او همین دیشب به معبد رفت. به معبد رفته بود؟ آره، به دیدن آن دخترک فرزند عمران، همون که یهودیان افراطی شایعات زیادی از او بر سر زبان‌ها انداختند تا سلطنت تو را تضعیف کنند. نه باورم نمی‌شود که مریم از اوامر من سرپیچی کرده باشد. باور نمی‌کنی؟ نه. پس تو چه چیز را می‌خواهی باور کنی؟ این که او در میان یهود محبوبیت بیشتری از تو دارد، این که مردم او را بیشتر از تو دوست دارند، یا این که هنوز تو را قاصب تاج و تخت پدرش مینامند. تا وقتی مریم زنده است خاطره سلطنت سلسله آنتیگونوس بر این سرزمین باقی است و ما هر چه سعی کنیم نمیتوانیم نفوذ آنان را در میان مردم کم رنگ کنیم. بس دیگر کافی است، نمیخوام چیزی بشنوم. بسته شدم. بیا. مریم را همچنان تحت نظر داشته باشید. هر گونه ملاقاتش را با افراطیون یهودی به من گزارش کنید. برو. صبر کن مریم، عاقبت روزی به چنگم خواهی افتاد. اما در تورات برخلاف آنچه شما میگویید نوشته شده. نه، همان است که گفتم، اینقدر سوال پیچم نکنید. برو دیگر، برو. چه شده است جنابه میخوایی؟ تو را آشفته میبینم. پس دست این دخترک، شاگردانم سوالاتشان را از او میپرسند. خب بپرسند، آنها جواب قانع کننده میخواهند. شوخی نکنید جناب یربعام، کلاسهایم به هم ریخته، جوانان دیگر به حرفهایم گوش نمیدهند. مگر اینجا صاحب ندارد؟ خدمه معبد از که باید حساب برند؟ از شما یا از آن دخترک؟ زیاد از حد گستاخ شده ای میخوایی؟ آینده ای را میبینم که من و شما دو زانو در مقابل مریم نشسته و به تعالیمش گوش میدهیم.
توی دختر فنائیل. سلام بر جناب زکریا. سلام. میخواهم اونقدر به درگاهش استغاثه کنم تا منجی موعود را به ما برساند. بدین ترتیب از مریم عزیزم هم دور نیستم. هر روز او را میبینم که ظرف‌های کاهنان را جمع کرده و میشوید، اما نمیدانم چرا امروز هرچقدر منتظر شدم نیامد. ظرف‌ها هم جمع شدند و آنها را نبرده است. ببینید چی شده جناب زکریا، مریم هیچ وقت دست از کار نمی کشید. سلام مریم. سلام. تو برای کار امروز نرفتی؟ کمی غذا برایت آوردم. این نان را مادرت برایت فرستاده. صورتت، خدای من، صورتت چه شده؟ چیز مهمی نیست. چطور مهم نیست؟ چیز مهمی نیست. دستت چه شده؟ خدای من، کسی تو را زده؟ بگو که تو را زده؟ یک وقت به مادرم چیزی نگویید. من خوبم، خوبم.